أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و اشکره و استعینه و استغفره و اتوکل علیه و اصلی و اسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر رحمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصل على بقية الله في الأراضين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم و همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را بر رعایت تقوا، پرهیزکاری یادآور می شوم. تقوا اصل حرکت انسان به سمت کمال و تعالی است. اگر در همه ابعاد زندگی، از فردی و اجتماعی و سیاسی و مسائل که در زندگی لحظه به لحظه با اونها سر و کار داریم تقوا را در نظر داشته باشیم، همه خوبی ها و برکات الهی نصیب من می شود. و همین دلیل مأمور به رعایت تقوا هستیم تا از همه خطرات و زیان ها در امن و امان باشیم. نماز جمعه از عبادات مهم اسلام عزیز است که پیامبر بزرگوار اسلام تشبیه کردند به حج مساکین. عزیزان و نمازگزاران محترم می دانند که در روایات نماز جمعه موجب آمرزش گناهان معرفی شده، مطالبی که در خطبه های نماز جمعه گفته می شود بیدارگری دارد، رشد جامعه و پیشرفت جامعه را در این حرکت دنبال می کند و رقم می زند. به همین دلیل باید نماز جمعه با همه نظم و هدفمندی برنامه ریزی شود، هم از جانب مردم و برگزار کنندگان و اصلی ترین کسانی که نماز جمعه را اقامه می کنند، هم از طرف خطیب و گوینده این برنامه. به همین دلیل است که به خاطر این هدف مقدس در خطبه اول بحث همنشینی و نقش تربیتی و اخلاقی همنشین را مطرح خواهیم کرد.
در خطبه دوم مناسبت هایی را که داریم ولادت امام کاظم علیه افضل الصلوات المسلمین که هم گرامی می دارم و تبریک عرض می کنم، هم نکات را از عالم فاضل جناب آقای مصباح شنیدین، بنده هم نکات را درباره امام کاظم علیه افضل الصلوات المسلمین و درباره شیوه تربیتی حضرت عرض خواهم کرد. مطلب دوم یا موضوع دیگری که در پیش رو داریم مسئله روز بزرگ مباهله است، 24 ماه ذی‌الحجه که در آستانه اش قرار داریم. اشاره به مباهله و جایگاه مباهله هم خواهم داشت. تذکرات درباره مسائل جاری کشور و روز از وظایف و موضوعات است که در نماز جمعه با اونها خواهیم پرداخت. اما بحث خطبه اول، همه عزیزان می دانند اساسی ترین چیز در زندگی تربیت است. هو الذی بعث، اون خدایی است که در بین شما پیامبر را مبعوث کرد. برای چی؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تا شما را تزکیه کنه، پاک کنه، کتاب و حکمت را به شما بیاموزد. یکی از عمدترین عوامل در شکلگیری انسان و ساختار و در واقع استحکام شخصیت انسان مسئله همنشینه. ما با کسانی که رابطه داریم، اونها اگر خوبن در پیشرفت ما مؤثرن، اگر مشکل دارن و ضعیفن در ضعف ما و در بد اخلاقی و گرفتار شدن ما مؤثرن. از همین جایگاه است که در روایات داریم المرء علی دین خلیله، آدم و انسان و مرد بر اساس دین رفیقشه. فلینظر احدکم من یخالن، ببینین که با کی رفت آمد دارین. شما زیاد شنیدین تا توانی بگریز از یار بد، همون شعری که حالا شاعرش دقیقا نمیدانم معروفه. پس کسانی که ما با اونها ارتباط داریم، اینها در تربیت ما، در شخصیت ما اثر داره. بحث ساده ای هم نیست، بحث اساسی و مؤثر در زندگی ما است. به همین دلیل از نظر قرآن و از نظر روایات این بحث بررسی میکنیم. یکی از موضوعاتی که در قرآن مطرح است بحث همنشین است. کلمه همنشین که در زبان عربی از واژه قرین و از لفظ قرین استفاده می شود، از نظر قرآن خیلی در زندگی تأثیر داره. قرآن می فرماید بعض وقتا همنشین انسان شیطان است. و من یکن الشیطان له قرینا، سوره مبارکه نساء آیه 38، فساء قرینا، کسی که همنشین از شیطان باشد بد همنشینی داره. ما باید زندگی را طوری تنظیم بکنیم که همنشین ما خدا باشه و ما با خدا لحظه به لحظه ارتباط داشته باشیم. گاهی میشه که همنشین انسان شیطان میشه. انسان هایی هم که با ما رابطه داره گاهی از شیطان و از برنامه های شیطان با ما صحبت میکنه، گاهی از برنامه های خداوند و خالق هستی حرف میزنه. پس این رابطه ها اثر داره. کلمه قرین یعنی همنشین. یکی از نکات عمیقی که قرآن بیان میکنه میفرماید اگر با خدا رفیق نبودی، یقین داشته باش رفیق شیطانی. و من یعشو عن ذکر الرحمن، کسی که از یاد خدا بیرون باشه، زندگیش بیاد خدا باشه، نقید له
شیطانا فهو له قرین. نتیجه این دوری از خدا رفاقت با شیطان است. پس همنشین در زندگی انسان اثر دارد، در شخصیت انسان اثر دارد. معمولا ما با کسانی که رابطه برقرار میکنیم، شقاوت و سعادت را که اونها دارن به ما انتقال میدن. خیلی مواظب باشیم، خیلی دقت بکنیم که با همنشین بهتر از خودمان رابطه برقرار بکنیم. مسائلی را که در زندگی داریم با ارتباط با همنشین میتوانیم اینها را مدیریت بکنیم. بی نظمیم، گاهی با یک انسان منظم و مرتب و جدی رفاقت میکنیم، شراکت میکنیم، هم اتاق میشیم، هم سفر میشیم، هم درس میشیم. تأثیرات اون نظم را بعد از مدتی در خودمان میبینیم. گاهی منظمیم، مرتبیم، متعهدیم، با یک انسان بی موالات رابطه برقرار میکنیم. آهسته آهسته بی موالاتی او به ما اثر میکند. به همین دلیل پیامبر فرمودن مثل الجلیس، جایگاه کسی که با تو رفاقت داره، مثل الجلیس صالح، مثل همنشین خوب، مثل العطار، مثل کسی است که عطر میفروشه. شما اگر به مغازه و دکان عطاری عطر فروشی بروین، این لم یعطی که من عطره، اگر شیشه عطری هم به شما نده نخرین، اصابک من ریحه، اما بوی عطر عطر فروش و مغازه‌دار به سمت شما، به بدن شما سرایت میکنه. اینقدر مسئله خلاصه همنشین مؤثر است. از منظر قرآن بحث خیلی کوتاه دنبال میکنیم. یکی از مسائل مهم در این موضوع که نکته اول بحث قرآنی من هست، قبلا هم آیه را عرض کردم، خدا میفرماید با شیطان و افراد غافل از یاد خدا رفاقت نکنین. در واقع رفاقت با انسان‌های غافل از یاد خدا، حالا اونی که یاد خدا را نداره اشکال داره. کسی که نماز نمیخونه یاد خدا نداره. اقیم الصلاة لذکری، کسی که تقوا نداره از خدا غافله. حالا کسی که رحم نداره و یک شکلی از خدا دوره، خداوند میفرماید هر کس از یاد خدا روی گردان، شیطان را بر او مسلط میکنیم. در پایان خطبه بیشتر توضیح میدم. یکی از بهترین برنامه ها این است که آدم با خدا هم نشین باشه. هم نشینی با خدا چیه؟ خدا که جسم نیست. دعا بهترین هم نشینی با خداست. خواندن قرآن بهترین، عالیترین هم نشینی با خداست. سوره مبارکه زخرف، هر کس از یاد خدا روی گردان شود، شیطان را بر او مسلط میکنیم و همیشه و دائما همنشینی او خواهد بود. نتیجه این همنشینی آن است که انسان را از رسیدن به اهداف مقدس باز می‌دارد. و انهم لیسدونهم عن السبیل، آدم از رسیدن به کمال باز می‌دارد. بعض وقتا با آدمای پروا بی تقوا رفت و آمد، نشست و رابطه داریم، مخصوصا به جوانها عرض میکنم، بعضی رفاقت ها واقعا آدم بیچاره میکنه، فکر میکنه خوش میگذرانه، پیکنیک و تفریح و مجلس به نفع است، اما در واقع رهزنی است که تو را از رسیدن بر مقصد و مقصود باز میدارد. بیان قرآن خیلی عمیق است. و اینهم لیسدون عن سبیل الله، اینها از رسیدن برای خدا انسان باز می دارد. قرآن عمیق و همه جانبه بیان می کند. فردای قیامت عده‌ای
جهنمی میشون. دلیل جهنمی شدنشان از اونها سوال میکنن چرا شما گرفتار شدین؟ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. بازم سوره مبارکه زخرف میگوید کاش بین من و تو فاصله بین شرق و غرب بود، من به این روز افتادم به خاطر رفاقت با تو بود. شما در تاریخ زندهی که الان شاهدش هستیم دقت کنیم، سیاست مدارانی که بی پروا رفاقت کردن، تاجران و فرهنگیان و قلم بدستان و اهل اجتماعی که بی موالات رفاقت ها کردن، نتیجه چی شد؟ مسئله امنشین، رفاقت، رابطه مسئله مهمی است. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میگه کاش با فلانی رفیق نمی شدم. چی شده؟ لقد اضلنی عن الذکر، بعد از اونه که من به یاد خدا بودم، با خدا رفیق بودم، ای آدم مرا از یاد خدا و از رفاقت با خدا دور کرد. عزیزان، نمازگزاران، مهمانان حضرت حق که حضور شما در اینجا به حج مساکین تعبیر شده و تعریف شده، قضیه امنشین و اثر امنشین در زندگی ما بسیار مؤثر است. قرآن همه راه ها را بیان می کند، از ما می خواهد با دقت و با عمق نگری به حقیقت و به سعادت برسیم. مسئله دیگر این است که چگونه امنشین انتخاب کنیم. حالا اصل قضیه معلوم شد تا یک حدی، با چه معیارها، با چه شرایط امنشین انتخاب کنیم، کسی را که با او رابطه برقرار میکنیم. از زبان قرآن ناطق که در این روزها شهرمان به یک تعبیر کشورمان به مناسبت عید الله اکبر، عید سعید غدیر خم، شاهد تجلیل از امیر المومنین بود، من همینجا لازم میدانم از عشق و ارادت و اخلاص و ولایت شما مردم تشکر بکنم که از چند روزی است، یعنی از شب 18 ذی‌الحجه که امروز 21 است، الحمدلله در جای جای شهر به این مناسبت مجالس و محافل بزرگ برگزار شد و از اهل نشر و پخش و رسانه هم تشکر میکنم مجالس پوشش دادن. امیر المومنین در انتخاب کسی که ما به عنوان رفیق و طرف ارتباطمان انتخاب میکنیم به فرزندشان میفرمایند و در حقیقت به همه انسان ها منتقل میکنند، یا بنی احفظ انی اربعه، چهار چیز از من به یاد داشته باش. لا یضرک ما عملت معهم، یا بنی اگر این چهار چیز از من حفظ کنی هیچ آسیبی به تو نمیرسه. چه نسخه بالاتر و کاملتر؟ امیر المؤمنین میفرماید این چهار چیز و این چهار نکته را اگر عمل بکنی، عمل نکنی سودی نداره. لا یضرک ما عملت معهم، یا بنی یک ایاک و مصادقت الاحمق فانه یرید ان ینفعک فیضرک، با احمق، با بیخرد، با نادان رفاقت نکن. نادان میخواهد به تو سود برسانه اما ضرر میرسانه. چه مجبوریم با آدم نادان، بیخرد، بی اندیشه رفاقت کنیم؟ با اهل خرد، با اهل اندیشه، با انسانهای عمیق نگر، آینده نگر، با فهم، با تدبیر رفاقت کنیم. این نسخه ایست که قرآن ناطق بیان میکنه. کسی که پیغمبر فرمود علی با قرآن، از قرآن با علی است، علی با حق، از حق با علی است.
دومین نکته و ایاک و مصادقت البخیل، با انسان بخیل، انسانی که روحیه سخاوت و آقایی و کرامت و بزرگی نداره، وجودش بخل فرا گرفته، در فشار و ضیق از نظر فکری و در واقع عقلی قرار داره، حضرت فرمود با بخیل رفاقت نکن. فإنه یقعد عنك احوج ما تكون الی، در اون لحظه ای که خیلی نیاز داری، در اون لحظه حساس حساس با اون چیزی که تو نیاز داری، تو را از اون محروم میکنه. با سخی رفیق باش، بهشت خانه سخاوتمندان است. سخاوت مالی، سخاوت اخلاقی، سخاوت فکری دستت بگیره، یاورت باشه. چه نسخه ای؟ سه، و ایاک و مصادقت الفاجر، با اهل معصیت رفیق نباش. جوان عزیز، خواهر مؤمنه و متدینه، رسانه ها اینا نسخه هاییست که برای سعادت بشر مؤثره. حالا درسته در نماز جمعه گفته میشه، برای که نماز جمعه سنگر است برای بیداری کل کشوره، نه کشور، کل دنیاست. فرمود با اهل معصیت، با فاجر رفیق نشو، تو را خیلی ارزان میفروشه. فإنه يبيعك بالطافة، با مؤمن رفیق باش، حاضر نیست سر زندگی تو معامله بکنه. چقدر انسان های بیدین انسان ها را آلوده کردن، بدنام کردن، آینده شان خراب کردن، زندگی هاشان به خاک سیاه کشندن. فرمود چهارمین کسی که با او رفیق نباش، ایاک و مصادقت الکذاب، با دروغگو رفیق نباش، صدیق و آشنا نباش. فإنه کالسراب، مثل سراب میمانه که آب نیست. فکر میکنه آدم در جاده و در سرک اون فاصله ای که جلوه چشماش آبه، سراب است، یک جلوه کاذب از آب است. فإنه کالسراب یقرب عليك البعید، دور به تو نزدیک نشان میده، و یبعد عليك القریب، کارای خوبه میگه نمیشه، سخته، کارهای مهم و اساسی را به تو دور نشان میده، خلاف حقیقت به تو برخورد میکنه. حضرت فرمود فرزندم از اینها حمایت بکن، اینها را به زندگی حفظ بکن، آسیبی به تو نمیرسه. اگر این نسخه در زندگی اجتماعی ما رعایت شود، از خیلی از آسیب ها، حالا تعبیری به خیلی میکنم به خاطر احتیاط، و الا حضرت فرمود لا یضرک معهن، با اینها هیچ آسیبی به تو نمیرسه. اگر زندگی ما یه تحلیل بکنیم، اگر آسیبی بوده اینا را نداشتیم، یا بعضی هاش نداشتیم. بگذرم، جمله معروفی است، با چه کسانی آشنا باشیم رفیق باشیم. از حضرت عیسی ابن مریم، عیسی روح الله، سوال شد مع من نجالس، با کی رفت آمد کنیم. ایشان سه تا ویژگی گفتن، من یذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدنش تو را به یاد خدا میاندازه. در بازار با دکاندار رفاقت بکن که تا میبینی به یاد خدا میفتی. صداقتش، نظمش، تلاشش، بعضی ها را آدم میبینه به یاد معصیت میفته، به صحنه های معصیت. دو، یزید و فی علمکم منطقه، کسی که سخنش لحظه به لحظه وقتی با او مینشینی به علم تو میافزاید. چهار، سه، کسی که تو را به کار خیر ترغیب میکنه، تا او را میبینی دنبال کارهای خیری. قبلا مثلا برای اصلاح دو نفر که با هم دعوا داشتن گام بر نمی داشتی، اما وقتی اخلاق یه آدم میبینی، این در این سنگر خیلی فعال، تو هم از او یاد میگیری. به فقیر کمک نمی کردی، حالا یک کسی از اهل کمک به فقیره،
بعد از او تو هم وادار میشی. مثلش عرض میکنم، خیر و اخوانت من سارع الى الخیر و جذبک الی و امرک بالبر و اعانک علی. فرمود بهترین برادران تو کسان است که تو را به زودی به سمت خوبی ها میبرد، جذب خوبی ها میکند و در کارهای خوب تو را کمک میکند. با فقرا هم نشینی کردن چیزی خوبیه عزیزان من. این نکته را توجه کنین. متاسفانه خیلی ها فکر میکنن رفاقت با فقرا مشکله. بهترین رفیق در روایات فقرا معرفی شده. امین سردار سخن، امیر بیان، امیر المومنین فرمودن سائل العلماء، از علماء مسائل بپرس. عالم آگاه است، از او بپرس. خاطب الحکما، با حکیمان و خردمندان حرف بزن، صحبت بکن، صحبت با حکما، سوال از علما، اما رفاقت با فقرا. آقای ما، ائمه معصومین ما چقدر با فقرا رفاقت داشتن. بهترین رفاقت، رفاقت با فقراست. خیلی ها این رمز فراموش کردن. رهبرایی که شکست خوردن، مطرفین، خوشگذرانا، اینا غفلت کردن. اگر سعادت میخواهیم، نسخه سعادت این است. در کدام مجلس با کدام عالم بنشینیم؟ شما میدانین روزانه در طول هفته چقدر مجلس سخنرانی شبکه ها پخش میکنه، اما متد نداره، معیار نداره. خیلی از جلسات مردم بیچاره میکنه. پیامبر فرمود با کسان ارتباط داشته باش و از کسان بشنو که در تو تغییرات را به وجود بیاورد، شخصیتت متحول بکنه. لا تجالس اندر الا اند کل عالم یدعوک من خمس الى خمس. در مجلس عالم بنشین که از پنج چیز تو را به پنج چیز دیگه منتقل کنه. یک، از شک به یقین. خب یک هفته تجلیل از غدیر بود، علمایی که مردم از شک به یقین منتقل کردن، اینها ارزش دارن. مگه میشه این خطبه را آدم بخونه، این فراز از خطبه غدیر مردم تغییر نکنه؟ پیغمبر در خطابه غدیر فرمود و ان رأس الامر بالمعروف، اصل امر به معروف چیه؟ ان تنتهو الى قولی. سخنرانی غدیر مرا بفهمی، نفرمود فقط بشنوی، تا آخر بفهمی. و تبلغوه من لم یحضر، هر کس نبوده بلد نیست ایره به او برسانی. و تعمروه به قبوله، وادار کنی به قبول کردنش. الان من بحث همنشین مطرح کردم، خیلیاتان ایمان دارین و الحمدلله اکثرن، منتها باز هم بیشتر اعتقاد پیدا میکنین. کسی هم که قبول نداشته، من یقین دارم داره کم کم قبول میکنه. ممکنه دو سه جلسه دیگه شرکت کنه، 100% قبول بکنه. حضرت فرمود در جلسه شرکت بکن که تو را از شک به یقین برسانه، از ریا به اخلاص برسانه، از رغبت به رهبت برسانه، از دلدادگی و عشق به دنیا و دلدادگی به آخرت و خدا و حقیقت برسانه. و من الکبر الى التواضع، از خودخواهی، از تکبر به تواضع و فروتنی برساند. و من الغش الى النصیحه، از فریبکاری و از غلطکاری به خلوص و سلامت و نصیحت تو را برساند. با اهل تقوا رفاقت داشته باشیم، با انسانهای صبور رفاقت داشته باشیم. بهترین رفاقت از نظر اسلام رفاقت با خداست. رفاقت با خدا بهترین رفاقت است. اگر کسی موفق شد با خدا
رفاقت برگزار کرد، این انسان سعادتمند است. اجازه بدین دو سه تا نکته را گرچه طولانی شد درباره رفاقت با خدا عرض کنم. دعا جلوه از همنشینی با خداست. خوشا به حال کسانی که در شبانه روز در ساعات با دعا و از مسیر دعا با خدا هم نشینند. الدعا مخ العباده، مغز عبادت دعاست. لا یهلک مع الدعاء احد، چقدر جمله عمیق است. لا یهلک علما نشستند، نکره در سیاق نفی است. هیچ انسان با دعا هلاک نمیشه، هیچ انسانی. حیف است این دعاها را نخوانیم. چه دعاهایی داریم؟ این دعای عرفه، دعای ابو حمزه سمالی، زیارتنامه ها، زیارت آل یاسین، اینا وسائل ارتباط با خداست. وقتی آدم با رفیقش می نشینه قصه میکنه، به تعبیر خودمان اختلاط میکنه. دعا حرف زدن با خداست. هر چیز اندازه داره. فلیس الا الذکر، اما یاد خدا، حرف زدن با خدا اندازه نداره، پایان نداره. فلیس له حد ینتهی الی، فرض الله عز و جل الفرائض. چرا خدا نماز واجب کرده؟ واجبات واجب کرده برای که همیشه با او در ارتباط باشیم. به همین دلیل است که نماز جمعه را خدا ذکر معرفی کرده. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. دلها را زنده می کند و آینده انسان را تأمین می کند. امید است با استفاده از راهنمایی قرآن و پیامبر و حضرات معصومین بهترین همنشین انتخاب کنیم و به سعادت دنیا و آخرت برسیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسی ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر آیت تقوا یادآوری میکنم. در خطبه دوم در سه محور عرایزم را تقدیم میکنم. ولادت با سعادت هفتمین ستاره تابناک آسمان ولایت و امامت، امام کاظم علیه افضل صلوات المسلم را گرامی میداریم. گوشه ای از شخصیت حضرت را به گفتگو میگیریم. بعد شیوه های تربیتی اون بزرگوار را کوتاه عرض میکنم تا برسیم به موضوعات بعدی. چه لزوم داره که ما ولادت‌ها را تجلیل کنیم، شهادت‌ها را تجلیل کنیم؟ می‌دانیم ما انسان‌ها
نیاز به تربیت داریم. زندگی اگر تربیتش کامل نباشد به مشکل گیر میکنه. پیامبر فرمودن اینی تارکن فیکم و ثقلین، من دو چیز گرانبها را در بین شما به امانت میگذارم، کتاب الله و عطرتی، قرآن و عطرت من. ما این تمسکتم به ما، اگر به هر دو تای اینها چنگ زدیم گمراه نمیشویم تا لحظه ای که در حوض کوثر بر من وارد شویم. اگر از ولادت امام معصوم یاد میکنیم، از شهادتش برای که شیوه و نحوه زندگی او را یاد بگیریم، فرزندانمان یاد بگیرن، نسل ها یاد بگیرن. قرآن در اختیار ماست، اما عمل ائمه معصومین اون باطن قرآن است. باید زندگی اونها را هم به مناسبت ها پیگیری کنیم تا شیوه و نحوه و الگو باشه برای ما. از این جهت است که ولادت هر معصومی را از جمله این بزرگوار را تجلیل میکنیم. میدانیم روز 20 ماه ذی‌الحجه، یعنی دیروز، مصادف بود با ولادت آقا و مولامان حضرت کاظم. امام صادق از مکه برمیگشتن. این روزها ایام است که حاجی ها از مکه برمیگردن. در مسیر برگشت از مکه به یک قریه رسیدن به نام اجوا، یا بعضی ها گفتن ابوا. در همون جا از خانم به نام حمیده که از اندلس بود، امام کاظم علیه السلام فرزند امام صادق علیه آلاف و تحییت و سنا به دنیا آمد، اسمش گذاشت موسی، موسی الکاظم. فرمود این فرزند بعد از من امامی برای خلق خداست. القاب برای حضرت نقل کردن: کاظم، عبد صالح، ابو الحسن، صابر، امین، زین المجتهدین. کاظم یا کاظم به معنای فرو بردن است، و الکاظمین الغیظ، کسانی که خشمشان را فرو میبرند. وجود با برکت امام کاظم در این میدان سرامت بود. امام کاظم از طفولیت در محضر امام صادق بهره ها برد، از محضر پدرش که هم استادش بود و هم مؤسس دانشگاه جعفری بسیار بهره گرفت، در مباحث علمی شرکت میکرد، در خلاف باور اطرافیان از عمق اطلاعات بهرمند بود. خیلی از انسانهایی که سالیانی با امام صادق علیه السلام ارتباط داشتن، جایگاه علمی امام کاظم را نداشتند. و همین دلیل بود که امام صادق فرمود این فرزندم جانشین رسول خدا و هادی و رهنمای جامعه خواهد بود. خب بعد از شهادت پدر بزرگوارشان امام صادق علیه السلام که دشمنان تحمل نداشتند، 20 سال همراه پدر بود. بعد از شهادت پدر حدود 35 سال امام صادق به عنوان امام این مسئولیت کلان را عهده‌دار شد و به زیبایی و به شکل احسن امام کاظم امامت را عهده‌دار شدند و حرکت‌های بزرگی را حضرت در اون سالیان که مسئول رهبری جامعه بودن انجام دادن. من چند نمونه از رهنمودها و نحوه و شیوه تربیتی امام کاظم علیه السلام عرض بکنم تا به اون هدف برسیم. مطمئن ترین شیوه، مطمئن ترین روش، روش ائمه معصومین است. دقت کنین، حضرت در روش تربیتشان نکات بسیار جالبی دارن. مسئله ازدواج یکی از
مسائل مهم زندگی هر انسان است. خب اطفال ما جوان میشن، تربیت میشوند، درس میخوانن، بعد میخوان ازدواج کنن. میدانین اینجا باید دقت کنن از مسیر که اهل بیت یاد دادن حرکت کنن. فرمود اگر میخواین ازدواج کنین برای فرزندانتان مادران شایسته انتخاب کنین. انتخاب همسر معیار داره، نمیشه فقط به ظاهر توجه کرد، نمیشه فقط به مال توجه کرد. نمیگم اونها اگر بود مشکل داره، اما اصل هدف شایستگی است، نجابت است، کرامت است. در بحث تربیت فرزند وجود نازنین امام باقر کاظم علیه السلام می فرمودن اگر می خواهین فرزندانتان خودشان را مهار کنن و فعال باشن، کارهایی را به اونا بسپارین. وقتی کار خوب انجام دادن اونا را تشویق کنین. تشویق برای انجام کار خوب وادار میکنه به انجام دادن کارهای خوب دیگر، ابتکار او را بالا میبره. یک شیوه بسیار ارزشمند است. متاسفانه کسانی که با ائمه آشنایی ندارن این شیوه ها را بلد نیستن. باعث میشود جامعه خلاق نباشه. جوانان، اندیشمندان، سرمایه های جامعه رشد نکنن. حضرت فرمود که با این روش برخورد بکنین. کسی آمد خدمت حضرت از بد اخلاقی فرزندش شکایت کرد، از اذیت و آزار فرزندش. خب روزانه شاید خیلی از خانواده ها با این مشکل گرفتار باشن. حضرت فرمود که لا تضربه واهجر ولا تطل، فرمود که او را نزن. متاسفانه بدترین شیوهی که برخورد میشه امروز در خیلی از مراکز، حتی در خانه ها، بحث خشونت است، زدن است. هنر ادهی زدن است، خشونت است. خشم که هنر نیست، سختگیری که هنر نیست. حضرت فرمود او را نزن، یه مدت بایش قهر کن و احجر. اما این فاصله و قهرم طولانی نباشه. ولا تطل، چند ساعتی، یک روزی، دو روزی، بستگی داره به اون کاری که انجام داده. برگرد. متاسفانه خیلی ها همیشه قهرند. رابطه هاشان با برادر، با خواهر، با رفیق، با فرزند، اینا روش اهل بیت نیست. روش اهل بیت روش هاییست که برای سعادت همگان مؤثر است. حضرت فرمودن در جامعه افراد باید خیلی متوجه حرکاتشان باشه. یکی از چیزایی که جامعه را واقعا زمینگیر میکنه غش است، در معامله، در شراکت، در ادارات، که امروز ما شاهد این مشکل در خیلی از نقاط عالم و در کشورمان هستیم. فرمود یکی از مشکلات جامعه مردم آزاری است. لیس من اخلاق المؤمن الغش ولا الاذى. مؤمن نه اهل غش است، نه هم اهل اذیت است. حضرت با این شیوه های تربیتی جامعه را کمک میکرد، افراد را کمک میکرد. اگر از ولادت اینها صحبت میشود و اگر از شهادتشان صحبت میشود، به دلیل این است که ما به اینها نیاز داریم. خب مسئله تفقه و آموزش از مسائل مهم است که حضرت خیلی با اونها توجه داشتن و تأکید داشتن. متاسفانه خیلی ها به این مسائل توجه نداره. ما امروز شاهد واقعا معضلات و مشکلات هستیم. امام کاظم علیه السلام فرمودن من
علم و دانش مردم را در چار نو پیدا کردم. همه دانش ها از این چارتا بیرون نیست. اگر میخواهید عالم به تمام معنا باشین، این چار نکته را توجه کنین. یک، پروردگار را بشناسی. دو، بدانی تو را چگونه آفریده. سه، مقصود از آفرینش تو چیست. اینا هر کدام نیاز به یک خلاصه بیان عمیق دارد. چهارم، بدانی که چی چیز تو را از دینت بیرون میکنه. خیلی مهم است. در آخر زمان بعضی ها صبح از خانه با دین بیرون میشوند، شب بی دین برمیگردند. یک تعصب، یک حمایت بیجا دین ما را از ما میگیره. ما باید مواظب باشیم. هوا به شدت گرم است. عشق و ارادت و اخلاص شما قابل تقدیر و ستایش است. طولانی نکنم. در آستانه 24 ماه ذی‌الحجه روز مباهله قرار داریم. همونطوری که غدیر در سال آخر حیات پیامبر حجة الوداع از برنامه های بزرگ و محوری حرکت انبیا مخصوصا پیامبر بود، مباهله هم از مناسبت های مهم است. یک عده از مسیحیان آمدن به حضور پیامبر. اونها معتقد بودن عیسی پیامبر نیست، انسان نیست. به همون عقیده‌ای که داشتن میگفتن عیسی خداست. پیامبر اونها را آگاه کرد، تذکر داد، با اونها صحبت کرد، اما زیر بار نرفتن. آیه نازل شد: فمن حجک فی من بعد ما جاءک من العلم. پس از آنکه درباره عیسی اونها را آگاه کردی، باز هم با تو ستیزه کردن و مهاجه کردن. فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. به اینا بگو بلند بشین، فرزندانتون بیارین، خانوادتون بیارین، جانتون بیارین. ثم نبتهل، بعد طلب عذاب میکنیم. فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، لعنت خدا بر هر کس دروغ میگه. سوره مبارکه آل عمران آیه 61. گفتن پیامبر فرمود اگر حق نمیپذیرین، حق اینه که عیسی بنده خداست، پیامبر است. اگر قبول ندارین بیاین با هم دیگه مباهله میکنیم. بزرگان نصارا رفتن مشورت کردن، قرار شد مباهله کنن. بزرگ و اسقف و رهبر مذهبی فردا که آمد، خلاصه میگم، گفت که ببینین پیامبر اسلام با کی برای مباهله میایه. افرادی را که در میدان مباهله میارن، میاره کیا هستن. دیدن 4 نفر همراه پیغمبر آمد. دست حسنه به دستان پیامبر، فاطمه و علی علیهم السلام همراه پیامبر. رهبر و پیشوای مسیحیان گفت نکنین، مباهله نکنین. اگر مباهله کنین، این آدم دست به دعا بلند بکنه، نسل ما منقرض میشه. اینا مباحث است که جامعه اسلامی باید بدانن. محمد ابن جریر طبری متوفای سال 2310 قمری در تفسیر معروف خودش در بیان شأن نزول آیه مباهله، همین آیه‌ای که خواندم، می نویسد پیامبر جهت مباهله با مسیحیان نجران همراه علی و فاطمه و حسن و حسین آمد و آماده مباهله شد، ولی آنها با پیامبر مصالحه نمودند و راضی به پرداخت جزیه شدند. نصر ابن محمد سمرقندی متوفای سال 375 در تفسیر خودش می نویسد پیامبر اسلام مسیحیان نجران را به مباهله دعوت نمود و جهت مباهله همراه علی و فاطمه و حسن و حسین آمد، ولی آنها از انجام مباهله سرباز زدند
در این انگام پیامبر با اونها فرمود یا اسلام بیاورید و یا جزیه بدهید. آنها به پرداخت جزیه رضایت دادند و برگشتند. پیامبر فرمود اگر آنها مباهله می کردن همگی هلاک می شدن، حتی گنجش های نشسته بر دیوارهایشان. فخر رازی در تفسیر کبیر وقتی به این آیات می رسد می نویسد پیامبر پس از اصرار مسیحیان نجران بر جهل خود آنها را به مباهله فراخواند. اونها با جهلشان اصرار داشتند و برای مباهله همراه علی و فاطمه و حسن و حسین آمد. ما برای فهم عمیق قرآن نیاز به مباحث از این قبیل داریم. این تاریخ های اسلام را باید دقت کنیم. دیگه فرصت کم است. باز هم به مسئله مهمی از باب وظیفه در نماز جمعه اشاره می کنم، مسئله آموزش فرزندان ما اهم از فرزندان پسر و دختر مسئله ضروری است. واقعا یک خطر کلان آینده کشور را تهدید می کند. مگر می شود فرزندان آگاه و رشید از مادران که توان درک و فهم مسائل اصیل و عمیق اسلام نداشت ندارند انتظار داشت؟ ما امیدواریم همه جهات اجتماعی با آینده‌نگری و با خرد و با عقلانیت تدبیر و مدیریت شود. صحنه‌هایی را که بتوانیم عزت و سربلندی مردم و ملت و کشورمان را رقم بزنیم دنبال بکنیم. خدایا فرج آخرین ذخیره‌ات برسان. ما را برای اون تحول بزرگ، برای آن بیداری کلان خدایا آماده بگردان. پروردگارا دولت و ملت من از همه خطرات، دشمنی ها، توطئه ها، شبهات محافظت فرما. همه سنگرداران سنگر بیداری مخصوصا عزیزان که با حضور و با اخلاصشان سنگر با افتخار و همیشه مندگار نماز جمعه را حمایت میکنن به توفیقاتشان بیفزا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انه کان توابا.